میخواستم یه سوال از شما بپرسم. من با بله موضوع برنامه تو کاملا موافقم. بله من خواستم ببینم که این حسین که شما میگی بنده خدا درسته؟ پس این که شما چرا اصلا این که نماز میخونید عبادت میکنید این به چرا خداتون میخونید؟ من نمیدید شما خداتون قدرت مطلقه نیازی به بنده نداره. خب این عبادت کردن خدا به ما دستور داده دیگه، خدا خودش گفته مرا عبادت بکنید. خداوند خالق ماست، ما را آفریده، برای ما یه قوانین و نظامی تعیین کرده. ما ملزم این عبادت به چه دردش میخوره؟ بله؟ این عبادت های ما به چه دردش میخوره وقتی خودش قدرت مطلقشه؟ به ما حکمت خداوند ایجاب کرده ولا یسألو اما یفعل و هم یسألون. ما مخلوقیم، ما در واقع اون خالق ماست، اون ما را آفریده، اون همه چیزو در اختیار ما قرار داده. ما حق اینو نداریم که از او سوال بکنیم. اصلا حتی عقلانی هم اینو ببینیم در حقیقت نمیشه از خداوند چیزی رو ما بخواهیم خدا را زیر سوال ببریم. مثل اینکه شما توی کشور زندگی میکنی تابع قوانین اونجایی، نمیتونی بگی من چرا، شما که نیازی به مطابقت من از این قوانین نداری. نه آقا، تو شهروند اینجایی، ما همه چیز رو برای تأمین کردیم، اینجا قوانینی وجود داره، شما باید تابع این قوانین باشید. آقا میدونم این قوانین که 1400 سال پیش این گذاشته شده، این چه قوانینیه که شما دارید روش میدید مانور میدید میشه؟ آره ایشون 1400 سال پیش یه کتابی آورده، گفته آره منو عبادت کنید، فلان کنید، بیسار کنید. الان آیه سینا گرامی، بله بله، شما میفرمایید 1400 سال پیش. در واقع من میگم آیه سینا، کسی خداوند ما رو خالق ما هست و زمانی که قوانین رو برای ما میذاره، یه قوانین نیست که در حقیقت یک تاریخ مصرف محدود داشته باشه. خداوند در قرآن هم به ما اینو گوشزد میکنه که یهدی للتی هی اقوم هست، این کتاب شما رو به اون چه که اسوارتره در واقع فرا میخونه. و بعد میفرماید که ما فرطنا فی الکتاب من شی، اون چه که برای سعادت شما، برای سر و سامان گرفتن دنیای شما و امور شما در دنیا در واقع به کار میره، ما در این کتاب برای شما تبیین کردیم در حقیقت. و این و همون در آیه دیگه خداوند میفرمایند که الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، اونی که شما رو آفریده که بهتر میدونه شما به چی نیاز دارید، سیستم زندگیتون با چطوری باشه، چطور با زندگی بکنید. اون خالق ماست. همونطور که شما یه وسیله رو میرید از یه شرکت میگیرید، از حالا شرکت ژاپنی برندی داره مثلا، یه یخچال، یه کولر، یه فریزر، به شما یه کاتالوگ میدن دیگه، نحوه استفاده از اونو سازنده به شما تعیین میکنه که اگه اینجوری استفاده کنید این کارایی بهتری خواهد داشت و استفاده بهتری میتونید بکنید. الله هم خالق همین چیزو خلق کرده، ما رو هم آفریده، ضعف‌های ما رو میدونه، قوت‌های ما رو میدونه، ما به چه نیاز داریم و بهتر میدونه. پس قوانینی رو نمیذاره که در حقیقت به ضرر ما باشه. آیه سینا.